به امی لحاظ هدف اساسی تلاش مسلمان ها برای داشتن یک نظام اسلامی به خاطر ایست که حاکمیت الهی تطبیق شوه و عدالت در میان جامعه انسانی تأمین شوه. و ای که یک ایده از انسان ها از این شعار سوء استفاده کردن، شعار دولت اسلامی، دولت اسلامی، دولت اسلامی را سر دادن، زمانی که به قدرت رسیدن به نفع شخصی خود استفاده کردن. و متاسفانه اینا از جمله بزرگترین خائنینی بودن که شعار دعوت و حاکمیت الهی را در نظر مردم خدشه‌دار کردن. هر وقتی که تو بگی نظام اسلامی باشه، میگه خب نظام فلانی آوری، اونایی که به خاطر منافع شخصی خود جنگ کردن، اونایی که به خاطر منافع فردی خود جنگ کردن، اونایی که به خاطر به دست آوردن چند متاع دنیوی از اهداف خود گذشتن. و بسا انسان‌های زیادی هستن در طول تاریخ در یک مرحله از زندگیشان شما ببینین سر و صدا و تمتراقشان به خاطر آوردن نظام الهی بسیار تند است و یک دی زیاد انسان‌ها در گردشان جمع میشن. بعد از گذشت یک مرحله با مواجه شدن با یک کمترین متاع دنیوی تنزل میکنن و این خیلی خطرناک است. و اگر توفیق الله شامل حال انسان نشه، امکان استقامت در دین به معنای واقعی کلمه، امر رقمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، واقعا سخت است. و این همیشه بوده. همیشه وقتی مسلمان ها در مقابل جریانات منحرف قرار میگیرن، همیشه یک ایده از کسانی میآیند، اول با تطمیع وارد میشن. به یک شکل مسلمان ها را قناعت بدیم. از این سر صدای خود بشینن. و چقدر زیبا هست زمانی که لشکر مسلمان ها در مقابل امپراتوری فارس قرار میگیره، یکی از بزرگترین قدرت های سیاسی و نظامی اقتصادی دنیا در زمانش، قماندان لشکر از اونها روان میکنه که از این مسلمان ها عرب ها را چی شده؟ تا چند وقت قبل که صدا صدای اسلام نبود، زندگی از اینها یک زندگی بدوی بود، فقط هم تجارت خود مشغول بودن. آله این طرف حمله میکنن، اون طرف حمله میکنن، چی گپ است؟ چی میخوان اینا؟ ربیع ابن عامر به عنوان نماینده مسلمان ها پیش از اونها میره. حتما داستانش رو شنیده باشین. در چند نکته زیبا منبع اسلام رو هم معرفی میکنه، هدفش هم معرفی میکنه، برنامهش هم معرفی میکنه، مسئولیت خودم معرفی میکنه. میگه ما قومی هستیم که الله ما رو مبعوث کرده. همون گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم که من مسئولیت از خودم نیست، مسئول ما حامل یک پیام الهی هستیم. او الهی که خالق همه هست، الا له الخلق، همو کسی که شما را خلق کرده، امر هم از امو هست. این امر از اونمو ذات است که ما میخواییم اجرایش بکنیم. میگه الله ما را مبعوث کرده که چی بکنیم؟ تایی که بنده ها را از بندگی بنده به بندگی پروردگار بنده ها برسانیم، انسان ها را از بندگی هم نمش بکشانیم، پیام حقیقی آزادی را بر انسان ها بکنیم. آزادی واقعی همیست که انسان در تحت حاکمیت الله زندگی بکنه، او اللهی که زیبنده هست، انسان به او تضرع بکنه. تضرع کردن و اطاعت کردن مطلق از انسان‌های ضعیف مثل خود ما ذلت است و نابودی. به همین خاطر پیام حقیقی دین پیام آزادی است از همه چنگ و بنگ‌های بشری و ظالمانه انسانی. به طرف چی؟ میگه ما را الله مبعوث کرده تا بنده ها را از بندگی بنده به بندگی الله بکشانیم. و از جور ادیان به عدل اسلام، همیشه با نام‌های مختلف انسانیت اغوا شده و فریب داده شده به نام عدالت. اما آیا عدالت تأمین شده؟ یک نمونه ارائه بکنم. همه مکاتب بشری تا یک مرحله از مراحل خودشان به حکومت رسیدن، اما آیا توانستن عدالت بکنن؟ اما اسلام اینه بر ما عملا نشان داده، زمانی که حاکمیت واقعی اسلامی در جوامع بشری حاکم شده، همه انسانها قطع نظر از دین، نژاد، قوم، زبان، منطقه، عدالت برشان بوده، واقعا عدالت تطبیق شده. و اینجا ربیع ابن عامر میگه ما را الله مبعوث کرده تا بنده ها را از بندگی بنده به بندگی الله و از جور ادیان به عدل اسلام بکشانیم. میگه اگر این دعوت ما را بپذیری، چیز دستو نمیخوایم، ما دیات نمیخوایم، این دعوت ما را بپذیری، پیام ما را بپذیر، اگر این پیام ما را پذیرفتی برادر مایی، با هم برابریم، هیچ فرق بین تو و من وجود نداره. میگه اگر نپذیرفتی چی میکنیم؟ مسئولیت مسلمان. میگه قسم به الله هست با قوم بر علیه تو بجنگیم که امو اندازه که تو زندگی را دوست داری، این مردم به خاطر هدف خود مرگ را دوست دارن. بهترین آدم است.